با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. میدونم که در این ساعت منتظر هستید که بشنویم روایت آقای ناصر شاهین‌پر، ولی متاسفانه امروز هم محرومیم. با ایشون صحبت میکردم، در لس آنجلس بود و گفتش که شنبه آمدم اینجا که یه برنامه ضبط کنم، چند تا برنامه برای کانال ایران فردا ضبط بکنم در استودیو آقای لیمونادی. حالم بد شد و آمبولانس و داستان و بیمارستان و فکر میکنم که یه جور حمله بود، حمله مغزی، استروک بهش میگه. و الانم حال خوشی نیست، حالم خوش نیست و بیرونم و همین دنبال همین ماجراها، بنابراین عذرخواهی کردم. این برای علاقمندان جناب شاهین‌پر، براش آرزوی سلامت بکنیم. من گفتم دعا دوام میکردی، گفتی آقا دعا چرا گفتی، حالا آرزوی سلامت کنید، سر کلمه دعا نکنید. حیفن اینا. و ما در طی این سالها 40 ساله خیلی از این بزرگان ما دق کردن در شرایط بد، بسیار بد و حزن‌انگیز. گاهی وقتا به آقای دکتر ودیعی فکر میکنم و میگم که او متولد 1307، یعنی این که در سال 57 50 سالش بوده. من و اونایی که 50 سالشون هست میتونن این حس رو بفهمن که آدم تازه بالغ میشه، تازه شروع میکنه به نمو، تا اونجا رشده. یادش بخیر آقای صمد جانفشان نازنین، یه دوره‌ای برنامه‌ای داشتیم برای گل و گیاه، مهر میکرد و اون برنامه رو انجام میداد. یه بار راجب رشد و نمو صحبت کرد، گفت مثلا میری در دکون گل فروشه یا هوم دیپو، این لوازم خانگی فروش ها، اینایی که ابزار تیر تخته میفروشن، باغبونی میفروشن، نگاه میکنی مثلا اینی که یه گلدونه، یه نهالی هم توشه، ولی غرق میوه است. وقت میری تو خونه و نگاه میکنی یک درخت چند متری درازه، هیچ ثمر نمیدهد. گفت این تفاوت رشد و نموه. اون رشد کرد، نموی نداشت، این نمو داره، رشد میخواهد کرد. بنابراین اونجاست که متوجه میشیم که آدم ها تو 50 سالگی شروع میکنن به نمو و چگونه دست تقدیر، سرنوشت اینا رو به این گونه روانه کرد. بعضی ها مثل آقای مصداقی معتقدن که اون نسل ایران بهترین بود. من چنین باوری ندارم، من اینجوری خیال نمی کنم و فکر می کنم که بدترین بود. به نظر من جوانان عصر رضا شاهی اونا بهترین بودن، برای اینکه دیدیم حاصلشون رو در دوران محمد رضا شاه چگونه میهن رو به سمت تعالی، به سمت رشد، به سمت باروری و نمو هل دادن. و جوانان عصر محمد رضا شاه چگونه همه دستاوردها رو به این خاکستر سیاه تبدیل کردن. من امروز نمیخواستم، یعنی قرار نیست که من اینجا حرف بزنم و از این کار بسیار گریزانم. تلاش کردم در طی این مدت یه تلویزیونی رو، یه شبکه اطلاعاتی درست بکنم و خب اوائل کار مجبور بودم خودم دائم 5 ساعت 6 ساعت اینجا بشینم، برنامه داشته باشم، هست
روزگاری به سمت اونا باز خواهیم گشت و همزمان دو تا کار میکردم، هم کار شغل خودم داشتم هم به این کار. بعد یوم فرض کنید که مسئله کار پیش میومد، مشتری میومد، ارباب رجوع میومد، هر چی اسمش هست، مجبور شدم بگم آقا ببخشید بذار من برم کار این را بندازم برگردم بیام در خدمت شما. حالا یا انگوش بده، هم افکار بیننده پاره میشه و شنونده رو از دست میدادی، هم خودت یادت میرفت. بعد وقتی میرفتی سراغ ارباب رجوع همه حواست به اینجا بود، اصلا به اونم نمیرسی. بنابراین دیدم که عملی نیست، نمیشه این کار دوتا رو با هم کرد، اون رو تعطیل کردیم. بعض اقتصادم خراب بود، کارم به شدت سطحش نزول کرده بود و اینجا این کار رو شروع کردیم. ولی امروز دیگه نیازی نیست که خودم هر روز بیام اینجا بشینم و حرفای زد و نقیز بزنم، بلکه از دوستان شرایط به سمتی رفت که دوستان به جمع ما پیوستن و اگر نبود همت اون کسانی، همت اون کسانی که اسمشون رو اغلب این زیر میبینی، از همون ابتدا همراهی و همدلیشون نبود، هرگز ما به این نقطه نمیرسیدیم. پس یادشون همواره گرامی. گرچه که هستن، گرچه که دنبال میکنن، از لابلای ایمیل ها میشه بفهمی، از لابلای پرسش ها میشه بفهمی این رو، اما او به کار دیگه مشغول شده. اما ماجرایی که امروز در تهران اتفاق افتاد، دلم میخواد که نظرتون رو به من بگید ببینم که چی فکر میکنید. من این سری مسائل رو کنار همدیگه میچینم و ببینیم که چه نتیجه‌ای میگیریم. امروز میدونی که الان قریب 1:16 است که کنگره، یعنی سنای آمریکا، مجلسین مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که از طریق کمیسیون ویژه‌ای تر تحریم های رو علیه سپاه پاسداران و صنایع نظامی موشکی ایران تدوین کرده. در این دسته از تحریم ها برای نخستین بار است در تاریخ تحریم ها، علارغم همه مخالفت ها و رفتارهای شگفت‌انگیز رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ، می‌بینی که در این قالب لایحه دست ترامپ رو، دست رئیس جمهور رو بیش از حد باز گذاشته، تا این حد اصلا سابقه نداشته، اختیارات وسیع بهش داده، بدون توجه به این، بدون توجه به آن، بدون نظر گرفتن این، بدون نظر گرفتن آن، میتواند همش از این قبیل است، میتواند. خب این فشار به داخله، در داخل ایران واقعیت که رئیسی شکست خورد، برای همینه میبینی که میگه که آقا بعد اون 16 میلیون رو بیاریم بکنیم 20 میلیون، دیدی این حرفا میزنن، یه ذره در اینو بیاریم بالا، یه ذره رأی، مثلا وقاحت، اصلا من نمیدونم چطوری ممکنه آقا آدم اینجوری حرف بزنه. به شما رفتی به مردم میگی آقا بیا انتخابات رأی بده، حالا که رأی شو داده بهش میگه که نه بیا حالا رأی رو زیاد کنیم. نمیدونم با چه معیاری میخونه، توجه نمیکنه، نمیتونم هضمش کنم. چقدر ممکنه وقیح باشه یه آدم، چقدر ممکنه ولد زنا و پر رو باشه یه آدم که بیاد بگه آقا به رأی رو اضافه کنیم، خب با اینو میکنیم 21 میلیون، ما اینو میکنیم 19 میلیون، وقتی تعادلی برقرار میشه. بعد اون یکی میگه نه اصلا خود همین هم که هست بیاد یه دولت سایه، نشون میده که شکست خوردن. مسئله مرگ خامنه ای هم هست، بخیر رفسنجانی مرده، خامنه ای هم میمیره، خامنه ای هم مرده، همه میمیرن، سید احمد هم مرده. وقتی همون داستان سید احمد هاشمی خامنه ای رو نگاه میکنی، کتاب رفسنجانی رو میخونی
ورق به ورق، سطر سطرش اسم احمده. به احمد آقا گفتیم، به احمد آقا نگفتیم. حتی دیگران که امروز هم نقشی ندارن ولی در 57 و 8 و 9 و 60 نقش داشتن، احمد رو میبینی اون وسط. احمد گفت اینطوری، احمد گفت اینطوری. منتظری بارها در کتاب خاطراتش راجع به احمد حرف میزنه. به احمد آقا گفتیم اینجوری، احمد آقا گفت اینطوری. وقتی که خمینی به درک واصل شد و گور به گور شد در حقیقت، اون صحنه ای که از عکسش نشون میدن تیکه پاره کردن کفنشو، یه داستانی هست که مفصله، طولانیست، نمیخوام همه قصه رو بگم. بالاخره دوتا آخون بودن، دعواشون شده بود و اون یکی برای اون نقشه کشید و وقتی که رفت رو منبر شروع که گریه کردن، زار زار گریه کرد. همه این مجلس متحیر که چرا آقا داری گریه میکنه. گفت بله دیشب خواب دیدم یه سید نورانی آمد، به گمانم خود آقا امام زمان بود. و چقدر اشاره میکنه به اون آخوندی که اون پایین نشسته، از این حاجی تعریف کرد، حضرت آقا امام زمان، و گفت هر کسی که یه دونه موی آقا رو همراه خودش داشته باشه یقیناً این جزو رحمت شدگان است و جاش در کنج بهشت. و یه آب و تاب این رو تعریف کرد. مجلس به ولوله افتاد و اول کت خدای ده که بزرگ ده هست رفت سراغ یارو. اونم کیف میکرد از این خوابی که این یارو براش دید، غافل از این که چه نقشه ای براش کشیده. یارو دستی به محاسنش کشید و یه دونه مو در آورد و اونم گرفت و بوسید و گذاشت رو چشمش و قرآن باز کرد رفت. نفر بعدی، نفر بعدی، بقاله، چقاله، کار به اونجا رسید. شما داشته باشید حاجی رو وسط مسجد خوابوندن، تمام پشمای تنش رو دونه دونه کندن، خونی مالی کردن. یارو اومد در گوشش گفت یادت باش. خمینی در حقیقت همین حالت برش پیدا شد، گور به گورش کردن، جنازش هست، تمام تیکه کفنش رو کندن، لخت و برهنه و اورش کردن. تصمیم گرفتن که سه نفری تقسیم کنن، ده سال ده سال بکنن. ده سال اولم دادن به خامنه ای، اونم شد رئیس جمهور و احمدم که همه کار است. نقشه کشیدن، احمد با تریاک آغشته به سیانور کشتن. همون گونه ای که بهشتی پمادی رو ورد داد به طالقانی، گفت پشتم درد میکنه، گفت این پماد و سفیر فلانجا به من داده خیلی درجه، یه ذره این به مالی توپ میشه. پیرمردم مالید و توپ شد دیگه، از جا بر نخواست. روایت آقای شانیچی. احمد آقا رو از میان برده، ورق رو تغییر داد و عاقبت رفسنجانی رو هم دیدیم و فیلم جنازه‌اش رو دیدیم که میگفت همینجا بگیرید عکس، نذارید که در جنازه رو باز کنه. بنابراین الان ماجرای مرگ خامنه‌ای مسئله است برای نظام اهریمن. رئیسی رو میخواستن بیارن درست کنن، این کار رو کنن، مشتبه اینطوری بشه. مشتبه رو در 88 سوزوندن. نوار منتظری، کتاب منتظری خب سالها پیش منتشر شده، ولی نواری رو که بی بی سی
یه مرتبه بی خودکی منتشر کرد. امروز هم بی بی سی خیلی سینه به تنور میچسونه، اما لای خبرات در میره از دستت. خب گاهی نمیتونی همه رو کنترل بده. هفته رو بستی نمکی، یه در رو نبستی نمکی، یه در جا میمونه همیشه و از اون درست که گذر میکنه و میاد تو. پس یکی وضعیت تحریم هاست که امروز همین لحظه داره انجام میشه، فشار روی سپاه خیلی زیاده. وضعیت بانک ها ورشکستگیش که سود سرشارش همه متعلق به سرداران سپاه هست، و اینکه بیاید و راه رو باز کنیم که سرمایه گذارهای خارجی بتونن بیان تو کار کنن به چرخه. اونم میگه نه، اگه من گامی عقب بنشینم، سپاه میگه گامی عقب بشینم، خب برای همه رو عقب بشینم، سرمو میبره، حاضر به عقب نشینی نیست. و میبینی که با سرعت برق و باد داستان روحانی مطرح میشه. هنوز کابینش رو هم معرفی نکرده، هنوز هم اون یکی تنفیذ نکرده است. خامنه‌ای تا اون رو تنفیذ نکنه بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان پذیرفت، گفت درسته این آقا انتخاب شد، اما تا اون آقا تنفیذ نکنه، امضا نکنه، مهر نکنه، نداره مملکت، رئیس جمهور ندارد. داستان هر روزی بوران و آقای دادرس نوشته، نقشه دارن براش. ما هم پیشبینی کردیم که تابستان داغی در پیش است. گفتم که هفت در رو بستی نمکی، یه در رو نبستی. بی بی سی داشت خبرها رو میگفت، یارو گفت آقا یه خودکار نمیذاره ما ببریم تو. چطوری اینا کلاشینکوف بردن تو؟ گفت نه، میدونی از در زنا رفتن، چادر سرشون کرده بودن، وقت در زنا رفتن تو. اولا همه آدم ها تو دستگاه رد میشن، متال دیتکتوره که دیتکت میکنه، تشخیص میده، معین میکنه که اینجا متال هست. دیدیم میگه کمربند تن در بیار، پول خورد تو جیبت، فنده هر چی هست، هر چی که فلزی درش به کار رفته باشه دستگاه سوت میکشه. مضافن به این که بازرسی بدنی میشوی، زنها رو بازی بدنی میکنه، هفت در رو بستی یه در رو نبستی، میگه همه رو داره میپوشونه. ولی یه وقت یارو گفت آقا جایی که نمیذاری یه خودکار ببری، چجوری کلاشینکوف میبری؟ بعد میگه اصلا زبان اینا زبان عربی نیست، یعنی اینا عراقی اینجوری نیستن. میگه خب ممکنه چچنی باشن. اون سری قبلی که داعش خودش تیر در کرد، ویدیو فرستاد، کرد بود طرف، عربی حرف میزد. این بار ممکنه تاجیک باشه، اردو باشه، پشتو باشه، عربی یاد گرفته باشه، چچنی باشه، اصلا تاجیک باشه، ترکمن باشه، یه گروه دیگه باشه. اما از اونجایی که دستگاه‌های اطلاعاتی مثل داستان حرم امام رضا که بم گذاشت، منتسبش کرد به مجاهدی، همه هم پذیرفتن که مجاهدین کرده، چنانکه ماجرای انفجار حزب جمهوری اسلامی در سال 60 همچنان در پرده ابهام است. معلوم نیست چه کسی این کارو کرده. بنی‌صدر میگه ارتش این کارو کرده. کار شخصی نیست. کار مهندسی ارتش، و مهندسی ارتش میشه. چه کسی این کارو کرد؟ به باور من
ماجرای قطر، ماجرای تحریم، همین تحریم امروز در کنگره. یه نگاهی بندازیم ببینیم که عرضم به حضور شما که اینها ترسی اصلا براشون مهم نیست ظاهرا. در صدای آمریکا خبری از ماجرای آنچه که میگذرد به فارسی نیست. تنها آقای سندرز است که امروز گفته با اشاره به عملیات تروریستی خواستار تعویق رأی‌گیری بر سر لایحه‌ای شد که در آن تحریم‌های جدی علیه ایران در نظر گرفته شده. سندرز حملات امروز را هولناک خواند که داعش مسئولیت آن را پذیرفته. گفت هدف ما باید متحد کردن مردم برای کاهش تنش‌ها باشد. گفت این حملات در منطقه رخ داد که دچار تنش و درگیری‌های فراوان است و به رئیس سنا گفت باید از اقدامات که اوضاع را بدتر می‌کند پرهیز کرد. حواست هست؟ آقای سندرز خواست که رأی‌گیری بر سر لایحه تا هفته آینده به تعویق بیفتد. خانم دایان فاینستاین که سناتور ایالت کالیفرنیا هست گفت معتقده که اکنون زمان درستی برای طرح تحریم علیه جدید علیه ایران نیست. اونم گفته که به این طرح میپیونده. این سناتور در ادامه در نامه نوشت ایران درست پس از انتخابات یک دولت میانه رو با 57% آرا متحمل دو حمله تروریستی و باید به ایران فرصت دهیم تا بهبود یافته و مسیر جدیدی را پی بگیرد. چرا داعش در چنین شرایطی به نظر شما باید بیاد این کار را انجام بده؟ فکر میکنید چرا داعش چیکار داره؟ داعش خب داره میگه آقا داره یک مقام ارشد امنیتی عاملان حمله در تهران را ایرانی معرفی کرد. بذار ببینیم میشود این رو با هم دنبال کنیم اگر بشود چه دوغی میشود. بله اینجا با هم بریم. بله معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران چهارشنبه شب 17 خرداد به طور رسمی هویت عاملان حمله به مجلس شورای اسلامی را ایرانی معرفی کرد. رضا سیف اللهی در گزارش رادیو فردا در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون ایران گفت هویت این افراد از بعضی مناطق ایران است که به داعشی ها پیوسته بودند و در مناطق که داعش اعلام خلافت کرده بود با آنها همکاری میکردند. با توجه به ضربات اخیر و پیکر داعش و مسئله خاتمه خلافت که اینها اعلام کردند خود را در معرض استحلال میدیدند نقش استراتژیکی که جمهوری اسلامی در این زمینه چه به لحاظ خدمات مستشاری و چه نظامی و انتظامی اینها در مراجعت به کشور خود و کشور ما از این نقشه خائنانه برخوردار شدند و این اقدامات را انجام دادند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی به طور مشخص اشاره نکرد که این افراد متعلق به کدام منطقه ایران هستند، ولی برخی گزارش ها حاکی است که احتمالاً مهاجمان روز چهارشنبه به مجلس و آرامگاه خمینی از گروه های سلفی در استان کردستان باشند. اینم یه مطلب. انتخابات
نتیجه انتخابات، در هم پاشیدگی فشار اقتصادی، وضعیت طرح این لایحه. چرا در حالی که این لایحه در اینجا بر علیه اینا تصویب میشه، داعش بده همچی کاری بکنه؟ احمق مگه همچی کاری بکنه؟ خامنه‌ای گفته که این ترقه بازیه، این همون داستانی است که روز جنگ وقتی که صدام به ایران حمله کرد در اثر درخواست آقای خمینی از صدام، گفت لاکن یه دیوونه سنگی انداخته و ترقه بازیه. بله، خامنه‌ای در نخستین واکنش به حملات داعش در تهران این اقدامات ترقه بازی دانسته، گفته ملت ایران دارد حرکت میکند و پیش میرود. این ترقه بازی هم که امروز شد، اینها هم در اراده مردم تأثیری نخواهد گذاشت. روز چهارشنبه در مراسم افطاری با جمعی از دانشجویان افزوده است این را همه بدانند، اینها کوچکتر از آن هستند که بتوانند در اراده ملت ایران و مسئولین کشور اثری بگذارند. چی میفهمیم از این حرفا؟ اما آقای مانوک خدابخشیانم مطابق معمول که رهبر ماجرای توطئه است و ماجرای سیندرلاها، میگوید که بله، فرض محال که محال نیست، بومرنگ ترور آیا تابوی دیده نمیشه؟ سربازان غیبی امام یهو شکسته شد، آیا این داعشی های وطنی خودی بودند؟ آیا شبکه امنیتی نفوذ رژیم پشتش باد خورده، یا اینکه رژیم دلخواه گلوبالیستا دارد برگ مظلومیت تروریستی برای خود صادر میکنه؟ مسلما برداشت منطقی اما زود هنگام از گزارش های ضد نقیض و بدون شرح و تفسیر پست شده تونی جوانسال برای آگاهی همه ما از منابع داخلی آن است که زود هنگام و شتاب زده و ساده انگارانه تحلیل نکرد، چرا که احتمالات فراتر از آن است که در صحنه است. احتمال ارتباط قطری، احتمال ارتباط سعودی، تیم رجوی، تیم خودی، بیلدربرگی، ضد سوری، الاهوازی، تیم ضد ضربتی، سپاه قدس در واکنش به بازگشت آیت الله مایک، احتمال ارتباط تیم کودتایی، هرچه هست از نظر تحلیلی هدفگیری تاکتیکی و سمبولیک دو نهاد نماد قدرت و دوام نظام اسلامی خمینی قابل تحمل و تعمق باشد. هرچه هست باید گفت سر قرقره باز شد. تحلیل های آقای مانوک سر قرقره باز شد. نمیدونم، من این احتمال رو که کار خودش باشه رو بیشتر از هر چیز دیگه‌ای در ذهن خودم تصور میکنم. نمیشود با این تشکیلات که اولا یه نکته‌ای که هست اینه که خب همین چند روز، دو روز پیش بود، کی بود که اینا همه سر قبر آقا جمع شده بودن؟ مگه اونجا نبودن؟ خب اگه میخواستن بزنن چرا اون روز نکردن که اون همه جمعیت اونجا بود؟ مگه بازی جوونتوس رو ندیدی با رئال مادرید؟ یکی ترقه در کرد، مردم ترسیدن، هجوم آوردن فرار کنن، زیر دست و پا افتاد یارو، اولی که افتاد دومی رو شد، سومی، چهارمی، فاجعه پدید. خب چرا پیروز این کارو نکرد؟ چرا وقتی که توی مجلس جمع میشن، نمیدونم دولتی یا مولتی یا جمع میشن، چرا نزد؟ چرا هر دو رو همنگام زد؟ خب یکی امروز میزد، یکی فردا میزد، یکی پس فردا میزد، لو میرفتن؟ زیر لو میرفتن؟
هیچ کس هم نگرفتن، همه اینا هم قصه است، بقیهش افسانه است. به خودتون فکر کنیم، ببین آقا اگه من جای داعش بودم چرا باید امروز این کارو میکردم؟ همین روز که داره لایه تصویب میشه، لایه‌ای که آقای سندرز التماس میکنه که آقا نکنید، ایران یه دولت خوب بود سر کار. آقای سندرز معتقده که ایران یه دولت میانه رو، در حالی که همه تیمش جنایتکاره، همه تیمش آدم کشه. و آقای سندرز و امثال سندرز خوب داستان رو میدانن، میدونن که اینا کیان. اونا دیدشون وسیع تره، ذره‌بینشون گنده تره، چشمشون پهن تره، زاویه بیشتری رو نگاه میکنه. من که سعید بهبهانی چه اطلاعاتی دارم؟ اطلاعاتم همین است که شما هم در اختیار داری. ولی یک سناتور که 200 نفر تو دفترش فقط کار میکنن، خب خیلی اطلاع داره دیگه. اون بیشتر از من میدونه که روحانی کیه، دروغ گفته، مدرک دانشگاه ندارد. این همان است که میگوید باید حجاب سرت کنی. این همان است که گفت دیوار بکشید تو چیز. به دروغ میگه اون یارو گفته دیوار میخواد بکشه. این خودش جلو جلو دیوار کشیده. میگه ارتشی ها رو حقوقشون رو ندید. یعنی که اینا ممکنه خیال دارن توطئه کنن. تو خیال یارو رو تو اروپا خونده. بعد این بهش میگه میانه رو. دلائن، قرائن حکم میکنن که این جریان، جریان ساده و یه داعشی اومدن و رفتن و زدن نداریم. از این چیزا ما نمیتونیم بپذیریم. آسان همینه که بپذیریم. ورود خواهران این چیه؟ درود به شما. اینم خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته تروریست ها با لباس زنه وارد مجلس شدن. تصاویر تروریست ها در حال ورود به مجلس. به همجور لباس زنه پوشیده بودن، اومدن رفتن تو مجلس. یعنی جالبه که ما یه جامعه رو امروز، یعنی جامعه امروز به نقطه رسیده، متاسفانه. اینو ایرج مصداقی هم تو فرازی صحبتش اشاره کرد که چرا اعتماد نمیکنه. اصلا اعتماد نمیکنه. تو تیکه پاره کنی، خونی مالی کنی، باور نمیکنه. باور نمیکنه دل من مرگ خویشم. باور نمیکنه. میگه همش دروغه، توته است. همش به دنبال توطئه میگرده. حقم داره، برای اینکه از این جماعت ریاکار هیچ چیزی به دست نمیاد جز توطئه.
من هیچ خبری از این ماجرا نیست. هرچی میگردم راجب این که ببینم که به هیچی نیست. وزارت کشور با تشریع عملیات چشم دستگیر افراد مشکوک خبر داد. معاون امنیتی وزارت کشور حسین ذوالفقاری با اعلام خبر گفته بیشتر کشته شدگان از مراجع کنندگان به مجلس شورای اسلامی تعدادی از کارمندان مجلس بود. یک نفر از ماموران مجلس نیز در این عملیات کشته شد و تعداد حمله کنندگان را 3 نفر اعلام کرد. گفت ماموران امنیتی از طریق دوربین‌های موجود در مجلس و آرامگاه خمینی در حال بررسی ابعاد این حملات هست. این در حالی است که وبسایت اعماق وابسته به گروه داعش شمار حمله کنندگان را 5 نفر اعلام کرده. حملات روز چهارشنبه 12 کشته و 42 زخمی به جای گذاشت. هیچی، اینم خبری نیست. به حال همونطوری که میدانید وضعیت ایران وضعیت کاملا شکننده است. تابستان داغی در پیش است. حتی یه پیشگویی در حقیقت مطلبی رو داشتم که یه پیشگویی کرده بود این حوادث رو و از اینم جلوتر میره و میگوید که چه میگوید؟ میگه هیچ جنگ مستقیمی با آمریکا یا اسرائیل در افق 4-5 سال آینده با ایران وجود ندارد. در سالهای آینده حضور ایران یعنی تأثیر حضور ایران بیشتر خواهد شد. هلال شیعه در حقیقت سیاست تعیین کننده است، سیاست حاکمه و این تأثیر یا همون هلال شیعه قوی تر میشه از این وضعیت موجود نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیای مرکزی. بله، خشونت های و برخوردهای داخلی اضافه خواهد شد. ترور موضوع اصلی خواهد شد، become the top issue و تهران صدماتی رو در این زمینه خواهد دید. مراکز در حقیقت غرب ایران دچار حملات تروریستی خواهد شد و برخوردهای نظامی
در کل کشور رو میشه ببینی. روابط ایران و آمریکا دوباره قوی خواهد شد، محکم خواهد شد. و روابطشون گرم و صمیمانه و دوستانه خواهد شد. سعودی عربیا، خانه بوشالی. در داخل عربستان اتفاقاتی زیادی خواهد افتاد و ماجراها رو این پیشگوه تعریف کرده. ولی آیا واقعا این پیشگو حقیقت داره؟ یعنی میشه به حرف پیشگوه اعتبار داد و باور کرد که روابط ایران و آمریکا استرانگ و وارم و همه این لغتایی که به کار برده خواهد شد؟ من یه ذره بعید میدونم یه چنین چیزی رو با شرایط کنونی، یه قدری دور از ذهن است. حکومتی که از خوف آن میشود معامله 400 میلیارد دلاری انجام داد، هیچ وقت رابطه گرم و صمیمانه نخواهد داشت. ضرورتی برای این کار نیست. یه دوستی پیشنهاد میکرد امروز که آقا شما به جای این کارا بیا نوار منتظری رو مرتب تو برنامه پخش کن. مردم اهل کتاب خوندن نیستن. شاید از طریق قهوه خونه و نقالی بتونی موفق بشی. بهش بگی بشنوه، گوشش بشنوه. میتونی این کار رو انجام بدی، تو بخش آدرس ما در شادکست مراجعه بکنی، میان تیوی عدد 1. وقتی بری اونجا اولین ویدیویی که وجود داره همین نوار آقای منتظریه، فایل صوتی منتظریه. به حال فکر کردم در این فرجه، در این شرایط خطیر، این نکات رو به عرضت برسونم و وظیفه خودم دونستم که بگم چه شرایطی وجود دارد و اولا این وضعیت خود دعواهای داخلی، مرگ خامنه‌ای، خوب دقت کن، دعواهای داخلی، شکست در انتخابات، پیروزی روحانی، روحانی که امروز آقای سندرز از او به عنوان یه دولت معتدل نمیدونم میانه رو، قاتل رو میانه رو معرفی میکنه. به حال اینجوری خودشو فروخته، اونم خریدش. شکستی که اونا خوردن، میگه بیا رأی رو اضافه کنیم. نمیدونم. و هیچ کس راجبش حرف نمیزنه. که این توهین رو اینا میکنن و عادیه برامون. ننگ برامون نیست. چندشمون نمیشه. بعدمون نمیاد. و اینکه چرا امروز داعش باید این کارو بکنه؟ چرا دو روز پیش، سه روز پیش که رفته بودن سر قبر خمینی، چرا اون روز این کارو نکرد؟ نه، من باور نمیکنم. هنوز هم باور نمیکنم. برای اینکه اینا اهریمنن، اهریمن هر دقیقه میتواند به شکلی درآید، هر لحظه اصلا معطل نمیکنه. همونایی که تو قصه ها خوندیم، همون مثل هفته رو بستی نمکی یه ذره نوستیه. میتونه در لحظه دختر زیبا و رعنا سکسی باشه، همون لحظه میشه پیرزن
عجوزه زشت کری. همون لحظه میتواند جوان رعنا و برنا و همون لحظه میتونه پیرمرد خمیده فرتوت زوار در رفته. همون لحظه اهریمن همین گونه عمل میکنه. مصداقی جز جیگر میزنه وقتی که راجع به این زیرنویس‌ها حرف میزنه. نمیفهمیم، تعجب میکنی، یارو ازش تعریف کرده، این میگه گولشو نخور، این دروغ داره بهت میگه، شاشیدم به اسلام و شاش و این چیزا، اینا دروغه. مگه همین فریب و بر سر اون مرده فولادوان نیوردن؟ خودش تو اون ویدیوهاش هست تعریف میکرد. شباب و می ناب و یار دل ربا، همه اینا رو برات میگفت، میکردن. مگه اون یکی نبود اینجا بیچاره کاری نداشت؟ این مرد ساده ای داشت زندگیشو میکرد، یه بیزنس محقری داشت، تمر میفروخت، تمر جمع میکرد، تمر میفروخت. اسمشو عوض کرد، فامیلی دیگه کرد، به سرش تعریف کرد که آقا 1200 دلار دادن بهش، یه بلیط هم براش خریدن، 1200 دلار هم بهش دادن، بردن سرش کردن زیرا شایان کاویانی. اسمش چیز دیگه بود. راه ما کدام است تو این شرایط؟ حالا چه باید کرد؟ چجوری میشه؟ هیچ، دور هم جمع شیم، حرف بزنیم با هم دیگه، اتحاد، مبارزه، پیروزی یه اصل درسته. چجور متحد میشیم؟ از طریق حرف زدن، گفتگو، یار جمع کردن. برید به این احزاب بپیوندید، نه قلابی هاشو، نه مدر زجرآورشو، نه گروه شرفانی زحمت میکشه، حزب ایران آباد داره، نوکی حزب سکولار دموکرات درست معرفی میکنه، آقای حسن اعتمادی، زحمت میکشن اینا، شبان روز کار میکنه. تا به هم نپیوندیم، تا گره نخوریم با هم دیگه، کار به جایی نمیرسه. اون میتوانه از میان شکافا عبور کنه و دروغ به اون بگه، به ما بگه ما در تاریخ اون از این سرداران عارف بسیار داشتیم. تو فکر کن قاسم سلیمانی رو سردار عارف، هم به سردار توهین میکنی هم به عارف توهین میکنی. وقتی یه آدم بی سواد قاتل جنایتکار رو تو سردار عارف معرفی میکنی، همه رو مخدوش کردن. بارها گفتم اصولگرا امر زیباست، یه آدمیست که صاحب پرنسیپه، صاحب اصوله. تا میگی اصولگرا یاد احمدی نژاد میفتی، چهره تابلوی در شیرکش خونه حداد عادل میاد جلو نظره، رئیسی میشه اصولگرا، تمام رو پشت رو کرده. تمام رو اینگونه به تحویل داده.
بله گفتیم اینا. بله اینا رو توضیح دادیم، اینا رو نشون دادیم که بعد به ها بریم آماده بشیم، آماده بشیم برای یک جنگ تمام عیار. این رزلا، این ارازل و اوباش از هیچ چیزی دریغ نمی کنن. شب رو روز جلوه بدن، روز رو شب کنن، همه کار برات میکنه. مگه نکرده؟ مگه خانوم نمیاره تو مشهد؟ مگه نمیگه بزرگترین نمیدونم چیه ما، درآمد ما در توریست مشهده؟ مگه نمیگه این زنا که میرن این کار میکنن اجر اخروی دارن؟ فاحشگی رو میگه اجر اخروی میتوانن. ما صدامون ضعیفه، باید کاری کنیم صدامون قوی شه. پس بنابراین وقتی تو مهمونی میری این ور اونور میری، لطف کن از میان تیوی حرف بزن، بگو راجب میان تیوی، بگو به دوستانت، بگو بگوی همچی رسانه ای هست، شنیدی دیدی؟ شما این حرفا رو باور نکن، شما کار خودت کن. به حال از اینکه فرجه ای بود و بتونیم دقایقی در خدمت باشیم خوشحال شدم و بریم با هم بقیه برنامه رو پی بگیریم. ممنون و متشکرم از شما. به حال اینا اوناییست که من خیال میکنم، باور میکنم که دروغ میگه، داعشی در کار نیست. خودشون گفتن که اینا رو طالبان، مگه نمیگن طالبان در ایرانن؟ مگه نمیگن که طالبان رو اینا تقویت میکنن، همدلی میکنن، پول میدن؟ داعش هم همین کار میکنه. داعشی در کار نیست، این امارت داره فرو میریزه بر سر ما. بارها گفتم دیوار کجه، میخوابه رو سرت. اگه خودت نندازیش، اگه خودت خرابش نکنی، شب ناقافه داری رد میشی، آوار میشه رو زر زن و بچت، خواهر مادرت، همسایه، رفیقت. متشکرم. در حمایت ما و معرفی میان تیوی کوشا باشید. ممنونم از شما.